سرخط خبرها، دیدبان حقوق بشر امریکا میگوید تحقیق میکند، در نهایت میگوید کس مقصر نیست. قطار حامل محموله بیش از 700 تنی کمک های بشر دوستانه چین عازم افغانستان شد. خبر دردناک امشب که همه جهان را مایوس کرد. مشروع خبرها، پادریشا گاسمن، معاون حوزه آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، به یافته های اخیر وزارت دفاع آمریکا در مورد حمله مهاجم انتحاری گروه داعش بر میدان هوایی کابل واکنش نشان داده و از آن انتقاد کرد. وای در توییت گفته است که آمریکا غیر نظامیان را میکشد، سپس تحقیقات برای آن کشتار را میاندازد و در نهایت هیچ کس را مسئول نمیداند. خانم گاسمن علاوه کرده است که از وعده لوید آستین وزیر دفاع آمریکا مبنی بر تلاش بیشتر برای محافظت از غیر نظامیان استقبال می کند، اما این وعده به تنهایی کافی نیست. لازم به ذکر است که وزارت دفاع آمریکا روز جمعه 15 مدل و گزارشی از نتیجه تحقیقات خود در مورد رویداد مرگبار حمله مهاجم انتحاری گروه داعش شاخه خراسان در مقابل یکی از دروازه های میدان هوایی کابل منتشر کرد. در گزارش آمده است که این انفجار غیر قابل جلوگیری بوده و هیچ شواهدی نیست یافت نشده که نشان دهنده آن باشد که طالبان از آن انفجار آگاهی داشته باشد. در تاریخ 4 استانبول سال جاری و تنها چند روز پس از سقوط دولت پیشین، هزاران تن از شهروندان افغانستان که سراسیمه در تلاش برای خروج از کشور بودند، طمع یک انفجار سهمگین از سوی یک مهاجم انتحاری گروه داعش شاخه خراسان شدند. در این رویداد مرگبار دست کم 170 تن جان خود را از دست دادند. قطار حامل محموله بیش از 700 تنی کمک‌های بشردوستانه چین عازم افغانستان شد. سفیر چین در کابل میگوید که قطار حامل دومین بسته کمکی چین به افغانستان که شامل 600 تن گندم کمک دولت و 130 تن گندم کمک صلیب سرخ آن کشور می باشد، سینگیانگ را به مقصد افغانستان ترک کرده است. وانگیو، سفیر چین در کابل روز یک شنبه 17 دل و در صفحه تویترش نگاشته، به مناسبت سال نو چینی، قطار حامل 600 تن گندم، دومین کمک چینی روانه افغانستان شد. وای همچنین نوشته است 130 تن گندم دومین بسته کمکی صلیب سرخ چین نیز شامل این کمک ها است که تا همکاری بنیاد تنسنت تهیه شده است. این در حالی است که حدود 3 ماه قبل قطار حامل بیش از 1000 تن کمک های بشردوستانه از سینکیانگ چین به افغانستان رسیده بود. مسئولان سفارت چین گفته بود که این محموله کمکی شامل نان، شیر خشک، چای، لباس های گرم، کفش و کمپل می شد. این در حالی است که با تسلط طالبان بر افغانستان، گرسنگی و فقر افزایش یافته است. سازمان های بین المللی از وقوع بحران انسانی در این کشور هشدار دادند. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از چنین بحران درخواست جمع‌آوری 4.4 میلیارد دلار کمک کرده است. در طول بیش از 5 ماه گذشته چین چندین محموله کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان فرستاده است. چین یکی از کشورهایی است که هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما بر تعامل مثبت با این گروه ادامه داده است. بر اساس برخی گزارش‌ها شرکت‌های چینی در نظر دارد روی استخراج برخ معدن افغانستان سرمایه گذاری کند. این موضوع قبلا در نشست مقام‌های چینی و طالبان در کابل نیز مطرح شده بود. سازمان ملل، پسر بل لادن با طالبان دیدار کرده است. طالبان هنوز با القاعده ارتباط دارد. روزنامه خبرگزاری رها. بر اساس گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل، پسر اسامه بن لادن رئیس القاعده در ماه اکتبر سال گذشته میلادی با طالبان در افغانستان دیدار کرده است. گزارش می افزاید گروه های تروریستی اکنون در افغانستان بیش از هر زمان دیگر در تاریخ معاصر از آزادی عمل برخوردار هستند. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد پسر اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده که در خاک پاکستان کشته شد، در ماه اکتبر سال 2021 میلادی به افغانستان سفر و با مقامات طالبان دیدار کرده است.
برپایه این گزارش نشانه بر این که طالبان فعالیت گروه های تروریستی خارجی در افغانستان را محدود کرده باشد وجود ندارد. در حقیقت گروه های تروریستی در هیچ دوره از تاریخ معاصر به اندازه امروز از آزادی خود در افغانستان لذت نبردند. 29 گزارش تیم نظارت تحریم ها و حمایت تحلیلی سازمان ملل که در هفته جاری منتشر شد نشان داد که طالبان به تعهدات سپرده خود مبنی بر قطع ارتباط با گروه های تروریستی عمل نکرده است. سازمان ملل برای تقویت تطبیق تحریم ها بر گروه های شبه نظامی نظیر داعش و القاعده در سال 2 مرتبه چنین گزارشات را نیز منتشر می کند. گزارش سازمان ملل همچنین به وضعیت امنیتی افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی اشاره شده است. بر پایه گزارش ارتباط طالبان با القاعده روشن است. برای مثال امین محمد الحق سامن خان که مسئول هماهنگی امنیت برای بن لادن بود در اواخر اگست به خانه خود در افغانستان بازگشته است. القاعده اما به صورت هدفمند در قبال طالبان سکوت استراتژیک اختیار کرده تا برای به رسمیت شناخته شدن طالبان در سطح بین الملل مشکل ایجاد نشود. القاعده پس از تبریک اولیه پیروزی طالبان تا کنون اظهار نظر تازه‌ای نداشته است. گزارش اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد که القاعده در حال حاضر توانایی انجام حملات تروریستی در سطح کلان در خارج را ندارد. گزارش می‌افزاید القاعده در شبه‌قاره هند توسط اسامه محمود رهبری می‌شود و بین 200 تا 400 جنگجو از افغانستان، بنگلادش، هند، میانمار و پاکستان دارد. القاعده همراه طالبان علیه امریکا در افغانستان جنگیده است. داعش شاخه خراسان حدود 4000 جنگجو دارد. گزارش اخیر سازمان ملل پیشبینی میکند قدرت داعش در عراق و داعش شاخه خراسان به دلیل آزادی هزاران زندانی از 2200 جنگجوی اولیه به 4000 جنگجو افزایش یافته است. این گروه مناطق محدود در شرق افغانستان را کنترل میکند و توانایی انجام حملات تروریستی پیچیده و سطح بالا را دارد. گزارش میافزاید داعش شاخه خراسان تلاش میکند خود را به عنوان یک گروه مخالف اصلی در افغانستان مطرح کند و برای تهدید کشورهای آسیای مرکزی، همسایه افغان و کشورهای آسیای جنوب در حوزه‌های منطقه‌ای دارد. سیگار حملات داعش علیه مساجد شیعیان پس از تسلط طالبان ادامه یافته است. نهاد بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار میگوید داعش به حملات خود علیه مساجد شیعیان و نیروهای امنیتی طالبان ادامه داده است. به گزارش اسپوتنیک به نقل از شفقنا، سیگار روز یکشنبه در توییت نوشته است که حملات داعش بیشتر اطراف شهرهای بزرگ افغانستان نیز انجام شده است. این نهاد افزوده است به دور کلی حوادث امنیتی در افغانستان در مقایسه با سطوح حوادث قبل از فروپاشی حکومت سابق افغانستان کمتر شده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.